سلام، بیایید درس دهم صنف ابتدایی الستراتور را شروع کنیم. درس قبلی ما ردیابی یک تصویر را با استفاده از پن تول تمرین کردیم. در صنف امروز ما می خواهیم ردیابی یک تصویر الست را تمرین کنیم. با استفاده از تصویری که از یک منبع باز اینترنتی گرفته شده، ما یک تصویر الست را رسم خواهیم کرد. این نقاشی با استفاده از الستراتور ترسیم شده است. ما این را برای تمرین استفاده از ابزار در الستراتور ردیابی خواهیم کرد. اول، Object، Lock، Selection، بیایید در ابتدا ساده ترین میوه یعنی نارنج را بکشیم. گزینه سوم الیپس تول را در رکتنگل تول انتخاب کنید. مکان نما را در وسط نارنج قرار دهید. و در جریان با فشار دادن Alt Shift دایره را بکشید. ما می توانیم کلید شیفت را فشار دهیم تا یک دایره کامل ایجاد شود و یک شکل الیپس و یا بیضی بدون فشار دادن کلید شیفت. به خاطر که نارنج ها شکل هموار دارند، شیفت را فشار ندهید. کافی است آلت را فشار دهید و اندازه مسطح و یا هموار بودن آن را به شکلی که دوست داره تنظیم کنید. بیایید رنگ هایی را که به عنوان پیش‌فرض تنظیم شدند تغییر دهیم. استروک را نان کنید. و فل کالر را نارنجی کنید. یک لحظه دایره را کنار بگذارید و بیایید ساقه و قسمت های دیگر را بکشیم. آیا فعلا به پن تول عادت کردید؟ بیایید به راحتی دایره را با ابزار الیپس تول در رکتنگل تول بیان کنیم. تغییر بدهید. استروک کالر را به فل کالر و تغییر بدهید رنگ نارنجی را به رنگی که دوست دارید. و همین کار را برای دیگران هم انجام دهید.
برای اولین دایره که رسم کردیم، استروک کالر را به فل کالر تغییر دهید. ساقه، چراغ‌های منعکس شده و نقاط را با هم انتخاب کنید و آنها را به اینجا بکشید. برای الگوی نقطه‌دار نارنجی، دایره کوچکی را انتخاب کنید و هنگام فشار دادن کلید آلت آن را هر جا که دوست دارید کپی کنید. نارنج تمام شده است. همه را بکشید و انتخاب کنید. سپس آنها را بر اساس کنترل جی گروه بندی کنید. حالا بیایید سیب بکشیم. از تخیل خود برای رسم کردن قسمت‌های پنهانی او استفاده کنید. وقتی با پنتول ردیابی می کنید، مناسب است که فل کالر را نن بسازید و فقط با استروک کالر رسم کنید. قسمت های ناهموار را با سموت تول صاف کنید. از دایرکت سلیکشن تول نیز استفاده کنید. فعلا ساقه و نور منعکس شده را رسم می کنیم. اگر رنگ ها مطابقت داشته باشند، ما قادر به دیدن خطوط نخواهیم بود. بنابراین استفاده از یک رنگ مخالف برای رسم کردن راحت است. بهتر است به تمرین با پن تول ادامه دهید و خود را به آن عادت دهید.
استروک کالر را به فل کالر تغییر بدهید و رنگ او را هم تغییر دهید. ساقه و نور منعکس شده را بالای سیبی که فعلا رسم کردیم قرار دهید. همه را انتخاب کنید و بعد کنترل جی را برای گروه بندی آنها انتخاب کنید. آن را انتخاب و کپی کنید. سپس آن را انگروپ کرده و رنگ پس زمینه را به سرخ تیره تغییر دهید. دوباره آن را گروه بندی کنید. و فعلا آن را کنار بگذارید. ما ردیابی نارنج و سیب را به پایان رساندیم. بیایید این بار شفتالو بکشیم. با استفاده از تخیل خود قسمت‌های پنهان را بکشید. اگر هنگام استفاده از پن تول اشتباه کردید، کنترل زد را فشار دهید تا واگرد شود. قسمت هایی را که دوست ندارید با دایرکت سلکشن تول تنظیم کنید. در گام نخست ردیابی دقیق آن مهمتر است.
چراغ‌های منعکس شده و منطقه خالی و یا سوراخ‌ها را ردیابی کنید. بفل کالر تبدیل شوید و رنگ را تغییر دهید. رنگ بدن شفتالو را نیز تغییر دهید. جزئیات را با دایرکت سلکشن تول کمی بیشتر صاف و یا تنظیم می کنیم. بنابراین ما شفتالو را نیز رسم کردیم. تمام قسمت‌های شفتالو را انتخاب کرده و آنها را توسط کنترل جی گروه بندی کنید. دفعه بعدی میوه های باقی مانده و سبد را تمام خواهیم کرد. تشکر.